در رابطه با کار کردن با تکست و متن، یک سری چارچوبایی توی آیفون وجود داره که همه جا یکسانه. مثلا توی برنامه اینترنت، توی برنامه نوت، توی ایمیل یا هر جایی که باشین، قاعده و قانونش به همین صورته که اگر شما بخواید یک کلمه رو اینجا انتخاب بکنید، مثلا فرض کنید من میخوام تکس رو انتخاب بکنم، انگشتم روش نگه میدارم و این ذره بینم میاد، وقتی ولش بکنم سلکت رو میتونم بزنم و حالا کپی و بعدن هر جایی که خواستم پیست. به طور مثال ممکنه من معنی کلمه سیز رو ندونم، سلکت رو میزنم کپی، حالا میام توی مثلا فرض کنین سافاری توی گوگل، اینجا پیستش میکنم و سرچش میکنم. باز دوباره با نگه داشتن انگشتتون به محض اینکه شما ولش بکنید این پیست میاد و حالا شما میتونید سرچش بکنید. نکته دیگه که وجود داره، اگر شما خواستین این سلکشن رو بزرگتر بکنین، میتونید این دوتا قلمبه که دو طرفش داره اینجوری بکشید، کم یا زیاد بکنید. باز دوباره همون قانون قبلی صدق میکنه در موردش، کپی رو شما میتونید بزنین و حالا هر وقت که خواستین هر جایی که خواستین پیستش بکنید. اما ممکنه شما بگین خب الان این متن که من دارم توش یه آدرس سایت اینترنتی وجود داره و یه شماره تلفن، من میخوام این شماره تلفن و این سایت رو، اینو میخوام باش برم تو اینترنت ببینم چیه. شما اگه انگشتتون روش نگه دارید هم کپی رو میتونید بزنید، هم به صورت هوشمند خود آیفون تشخیص میده که این متن با توجه به آدرسی که داره یه آدرس اینترنتیه و آدرسی سایته. اصلا شما اگه مستقیم روش انگشتتون رو بزنید صاف براتون میارستتون تو اینترنت و توی سافاری و باز میکنه اون سایت رو. اگرم خواستید میتونید کپیش کنید و حالا جای دیگه که خواستید استفادهش بکنید یا پیستش کنید، هر جور که خودتون راحتید. در مورد شماره تلفن هم باز با همین صورته، اگر شما شماره تلفن روش انگشتتون رو نگه دارید میگه که با این شماره که تلفنه چیکار میخوای بکنی، خودش تشخیص میده تلفنه، میگه میخوای یه کانتکت جدید درست کنی، میخوای اینو به یه کانتکتی که فعلا وجود داره توی گوشیت اضافه کنی، میخوای بهش یه مسیج بفرستی یا میخوای بهش زنگ بزنی. ممکن اصلا شما هیچکدوم از اینا رو نخواین، ممکنه انگشتتون رو بخواید روش نگه دارید و بخواید کپیش بکنید. الان که شما دیدید اینجا نمیشه کپیش کرد، خب چیکار باید کرد؟ شما میتونید باز دوباره بیاید اینجا و انگشتتون رو اینجا بذارین، سلکت رو بزنین و حالا فرض کنین این تیکش رو کپی کنید یا کلش رو کپی کنید، هر جور که راحتید. اینم باز یه مسئله دیگه است. اما آخرین نکته که در مورد متون فارسی هست، ببخشید من یه نکته دیگه هم بگم تا قبل از اینکه به بحث فارسی برسیم، هر چیزی رو که شما خواستید ادیت بکنید، مثلا اگر خواستید تو میک رو اینجا حذف بکنید، اگر انگشتتون رو اینجا نگه دارید میبینید که میتونید سلکتش بکنید ولی اتفاق دیگه ای نمیفته. برای این کار اول باید یه جای خالی توی متن کلیک بکنید که کیبوردتون بیاد. وقتی کیبوردتون بیاد این بالا اتفاقاتی که میفته یه خورده متفاوته. مثلا وقتی من انگشتم اینجا نگه دارم، نه تنها سلکت میاد و پیست میاد، شما یه آیکون این شکلی میبینین که راست چین و چپ چین بودنه. مثلا الان متن من چپ به راسته، چون انگلیسیه، اگر فارسی میخواستم بشه بعد راست به چپش میکردم که توی چند لحظه آینده توضیح میدم خدمتتون. ولی اگه شما خواستین مثلا این تو میک رو حذف بکنین، میگم خیلی راحت میتونی انگشتتون اینجا نگه دارین، بیاین ته تو میک و بک اسپیس. خیلی فکر کنم کانسپت ساده ای داره، خیلی اتفاق ساده است. در مورد فارسی هم باز به همین صورته، در محیط و مثلا من میخوام حذف کنم، نکته دیگه که وجود داره اینجا، شما اگه خواستید کل این متن رو چپچین، ببخشید الان چپچین راستچینش بکنید، این وسط یه کلیک میکنید همونطور که چند لحظه قبل گفتم و میگید که اینو کلن راستچینش بکن. خب اینم در مورد استفاده از متنه.